حالا اون آدمی که رو به پایان هست دورانش از ابتدا آمد گفت که برجام بدترین قراردادهای تاریخ آمریکا بوده همه شهی شعار داد شعار داد تحریکش کردن تا از برجام خارج شد تصورش هم این بود که خب دو سه ماه این کار رو میکنه و نظام ایران رو سرنگون میکنه تصورات کودکانه و توهم آمیزی که تو سر اونها بود این آقایی که جدید آمده از ابتدا گفته من میخوام به برجام برگردم تو تبلیغات انتخاباتیش خب پس ما که داخل برجام بودیم ما که خارج نشده بودیم چهار به اضافه یک هم داخل برجام بوده حالا در تعهدات خودشون اونا سستی کردن ما هم تعهدات خودمون رو متقابلا کاهش دادیم ولی همه ما در داخل برجام بودیم این به عده اوناست اونا اگر به وظیفه عمل کردن خب میتونن راه جدیدی رو انتخاب بکنن اگر نخواستن انتخاب نکنن ما برنامهمون رو در کشور به اراده اونها پیوند نمیزنیم ما برنامه ما بر اصول ما پیوند خورده اگر به سمت اصول ما حرکت کردند راه باز راه بسته نیست ولی اگر نخواستن ما برنامه هامون رو ما در همین هفته های اخیر که برنامه نه ماهه دولت رو تدوین کردیم بر این مبنا تدوین کردیم که اگر همین حاکم فعلی آمریکا در انتخابات پیروز بشه و ادامه, بشه. ادامه بده بر این مبنا ما تنظیم کردیم ما بر این مبنا تنظیم نکردیم که شرایط آمریکا تغییر بکنه حالا حالا تغییر کرد به هر حال به نفع ملت ها تغییر کرد به نفع خود ملت آمریکا تغییر کرد اما ما اصولمون همون اصول در داخل هست بنای ما بر تولید هست به عنوان یک اصل مهم باز هم دنبال میکنیم تولید رو بنای ما بر افسایش صادرات باز همین همین اصل رو دنبال میکنیم بنای ما به بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور هست باز هم مبنای ما همین هست مبنای ما وفور کالا در داخل هست و این وفور کالا رو ادامه میدیم ما امروز گزارشی که وزیر راه و مسکن و شهرسازی به من داد این بود که در دولت دوازدهم اولا وسایل ما برای حمل و نقل دیویست هزار دستگاه واگن و لکوماتیو اضافه شده این که حالا یک طرف از طرف دیگر در این هفت ماهه امسال علا رغم مشکلاتی که ما داشتیم، علا رغم کرونا که ما داشتیم، جابجایی کالا 6 درصد نسبت به هفت ماهه پارسال اضافه شده. و جابجایی کالا در این هفت ماهه 285 میلیون تن بوده. یعنی اونایی که فکر میکنن دولت دست رو دست گذاشته و منتظره که ببینه در عالم چه خبر میشه دولت برنامه روزی خودش میکنه کار خودش انجام میده این دلیل شما میبینید حمل و نقل امسال بیش از پارسال 6 درصد بیشتره ورود کالای اساسی و حمل و نقل کالای اساسی در کشور ما یازده و هفت دهم ده بیشتر از هفت ماه پارساله 60 میلیون تن کالای اساسی در این هفت ماه جابجا جا شده پس ما برنامه همون طبق همون روالی که تنظیم کردیم و تعیین کردیم ادامه میدیم